سلام، هنگام یک شنبه 24 خرداد ساعت 3 نصف شب. دوستان من چند روز بود انتخابات خودمون تمام شده بود، حوصله‌ام سر رفت و نمی‌دونستم چیکار کنم. الان یه سوژه باحال پیدا کردم، خبر فوری، حادث، آجل، بریکینگ نیوز. این که چی؟ یعنی کرگیری بین‌المللی این کاری که دارم بکنم. ولی اینجا من فیلمی به علت حساسیتی که یوتیوب داره نه فیلمی نشون میدم اینجا، بجز همین صحنه که ایشون دارن تو محافظینش. اصل خبر اینه که یک ساعت پیش در شهر باتلر ایالت پنسیلوانیا در شرق امریکا، کشور ایالات متحده آمریکا، آقای دونالد ترامپ که در حال سخنرانی بود در بین هواداران خودش در اون میتینگ مورد در واقع تهاجم مسلحانه قرار گرفت و آسیب دید از این ناحیه گوش. حالا ما اینجا میخوایم بیشتر تحلیلی نگاه بکنیم، ببینیم که تحلیلی نه، همینجوری مثلا توضیح بدیم برای خودمون که چه اتفاقی داره میفته. به نظر خودم به شما بگم، بعد الان در آنلاین هم همین الان من حتی فیلم ها رو دارم میذارم. در یک کانالی هست من دارم اینجا سرچ رو ببین کنید، نمیشه نیوزری، اینجا هم فیلم رو گشتم. در قسمت بعدی به خاطر اینکه اینجا حساسیت داره یوتیوب نمیتونیم اینجا نشون بدیم، در قسمت بعدی در همون پلتفرم‌های خودمون در آپارات و اینا فیلماشو کامل پخش می‌کنیم. اما خلاصه خبر اینه که ایشو حالا آسیبی مثلا جزئی دیده، حالا اینجا اون مرکز شبکه بهداشت اون منطقه اونجا هم اعلام کرده که بله ایشون اینجا گفته کمپینگشون استیتمنت داده و بیانیه داده و گفته که ایشون در واقع کوی اکشن اقدامات سریع پزشکی انجام شد و در واقع سپاک پرسون سخنگوی مثلا ستاد انتخاباتیشون گفته که مشکلی نیست. بعد واکنش هایی که داره برانگیخته میکنه این موضوع رو من داره بیشتر به فکر فرو میبره که این آقای دونالد ترامپ یه فرد نمایشی است کلا. خب توی آگاهی و اینا مثلا میخوان یک موضوع مثلا همچین چیزی رو بررسی بکنن، نگاه میکنن ببینن که همون چیزی که اول اینجا گفتم، کره این موضوع به چه فردی میرسه. خب همینجوری که من الان در توییتر و غیره این الان ترند، همین اگه فرد دارید ببینید که از گذشته کلی هم چیزای دیگه اومده، همین الان دارن این مقایسه میکنن با در واقع اتفاقی که سالهای خیلی سابق برای آقای جان اف کندی افتاد و اون اتفاقی برای اون رئیس جمهور. میخواید یه جوری به حال این همچین چیزی رو هم تداعی بکنن در اذهان. دو روایت الان وجود داره، من الان دارم آنلاین شما نمیبینید این ور سفر رو، همه خبرهایی که داره در واقع آپدیت میشه رو بیارم این ور که خبرها رو نبینید شما، دارم چک میکنم به جزئیاتی که میاد و غیره. فعلا دو روایت هست، یکی این که اون فرد زارب مثلا یه نفر اونجا میگه من نزدیک این نشسته بودم 14 تا صدا شنیدم، یکی میگه نه دو مثلا همین صدایی بود که یکیش بعد دوتاش برخورد کرد و آقای این فرد انتقال پیدا میکنه همینجوری که میبینید توی این ماشینا به یک محل مثلا مرکز درمانی و غیره. گفته میشه که ببین اینقدر به این سادگی نیست. حالا به شما الان خواهم گفت، ببخشید من مثلا پراکندم چون ساعت 3 شب می‌خواستم بخوابم، حوصله‌ام سر رفته بود. این واقعا به داد این کانال های من رسید، بازدید این موضوع بالا بود، گفتم که کرگیری بین‌المللی بکنیم ببینیم که چقدر میتونه این موضوع یه کار نمایشی میتونه باشه. چرا که الان دارن میگه اعلام میکنن میگن این آقا این فردی در تصویر میبینید، رسانه های خودمون ترجمه کردن، من نه وقت نذاشتم ببینم، یه فرد یوتیوبره از اهالی افرادی که مثل سالهای قدیم در اون منطقه سیاتل و شهر اون منطقه در واقع غرب امریکا در این مناطق، حالا من آرام نگاه کردم که هم دو سال پیش چه جوری بوده، بیشتر مثلا این ایالت مربعیه که میبینید، این شهر در ایالت پنسیلوانیا است پای نیویورک و برای مریلند و اینا، بیشتر آرایشون اون دوره قبلی به آقای بایدن بود، یعنی ایالتی نبوده که مثلا بگیم که خیلی دستش باز بوده این فرد. اما یعنی میخوره به این که این افرادی که اسمشو نمیتونم بیارم، اون گروهی که اینا عضوش هستن، مهم منصوب هست به اون گروهی هستن که در این دو ایالت در واقع غربی حتی یه چند روز خیابون و اینا رو هم بستن و در تحت کنترل گرفتن. میگن که این فرد در یوتیوب اعلام کرده بوده که بنده بذار بخونم از روش، در راه عدالت و دیگه در راه عدالت در راه هست با این رمز در واقع این شلیک را مثلا انجام داده است. ولی دیگه ببین با بچه که طرف نیستن مردم دنیا، که
در کشور امریکا که هر کسی میتونه قانونا در هر وابسته به هر ایالتی قانونی که داره اسلحه تهیه بکنه به طور قانونی و به چه راحتی. ما اصلا در سینما و غیره هم دیدیم که یه فردی به چه یا قانونی میتونه اسلحه غیر خودکار مثلا تهیه بکنه. اگه بخواد اسلحه خودکار تهیه بکنه به صورت غیر قانونی به نظر نمیرسه آنچنان سختی داشته باشه. بعد ترامپ هم فرد غیر قابل دسترسی نیستش که الان مثلا همین هفته قبل اگه در همین یوتیوب اینا دارید میبینید آپارات هم هست، من این کانال دارم همین یو اف سی و اینا رو میام مسابقاشون اینا بررسی میکنم و غیره، اونجا میاد مثلا تو مسابقات یو اف سی هم وای میسون اونجا به مثلا تو صف و اینا، خیلی ها مثلا جای دیگه هم میبیننش. کسی بخواد همچین کاری انجام بده نمیره مثلا از فاصله 400 متری فرض بکنید یک همچین اقدامی رو انجام بده که بعد اونم از مثلا از اینجای اون فرد رد بشه که اینم بیاد اونجا مشتی گره کرده. من این تصویر رو هم زوم بکنم ولی یه جوری باشه که صورتش معلوم نباشه که ببینید. بعد اینجا سری عکاس ها آماده بودن که از این عکس بگیرن از این صحنه. He will never stop fighting for save America. اصلا عکاس اون وسط فرار میکنه وای نمیسته که، حالا وایساده چه قشنگ زاویه بندی کرده دوربین و اینا. ببین آقای دونالد ترامپ این موضوع به نفعش خواهد بود. خب ببین من همون کی هستم، من همون کندی هستم، ببین من خود کندی هستم، قرار بود ترورم بشم و این اتفاقات بر من بیفته. گفت any publicity is a good publicity در این ذهنیت افراد غربی ها، هر طوری تر بشه این خودش یک جنبه تبلیغاتی داره. بحث من الان اینه که آقای ترامپ خب اعلام کرده که من اگه این که میگم آقای ترامپ از دید ایران فرق فرد ایرانی نمیخوام، مثلا بذار اینا رو بیارم کنار، آقا ما داریم از دید خودمون نگاه، از دید مثلا مریخ نگاه، حالا آخر نظر خودمون خواهم گفت که ما مثلا از دید انسانی باید چجوری مثلا نگاه بکنیم، از نظر ایرانی باید چجوری نگاه بکنیم، چون در دولت ایشون یکی از هموطنان ما با دستور مستقیم ایشون شهید شدن. خب این چیزی نیستش که کسی فراموش بکنه. آیا از دید جهانی با میخوایم مسئله بر نگاه بکنیم، سعی بکنیم نگاه بکنیم. ببینید ترامپ اعلام کرده که در صورت موفق شدن یه سری کارا رو میخواد انجام بده. بزرگترین جبههایی که گرفته موضعگیری که تو سطح بین‌المللی تاثیرگذار باشه که گفته آقا من میام اوکراین رو به این صورت خاتمه میدم. حالا خلاصش اینه که مثلا اون چند تا استانی که مورد ادعای آقای پوتین هست رو در صورت بگی باش توافق بکنیم یه کاری میکنم که اون چند تا استان رو اوکی بشه باهاش این وریام اینا و موضوع خاتمه پیدا بکنه. فلسطین رو معلوم نمیخوام در موردش صحبت بکنم، اما موضوع مهمی که هست درباره مسئله چینه. ترامپ اعلام کرده که در صورت موفقیت تعرفه واردات رو میخواد تا مثلا 40% اینا بالا ببره اگه اشتباه نکنم. خب این یعنی چی؟ این یعنی اینکه در واقع یک جنگ اقتصادی به راه میفته دیگه، جنگ تجاری راه میفته، خب تبعاتی داره در خود آمریکا، ولی خب این باعث میشه که اونا هم جبهه بگیرن دیگه، جبهه بگیرن و همچین اتفاقی اگر بیفته بعد بیان بگن مثلا این بود این بود این بود، یه ده میگن که چی آه ببین این کار چینی ها میتونه باشه، اونا میگن یعنی افرادی که این موضوع رو میتونن طراحی کرده باشن بگن که ببین چین داره این کار رو انجام میده و ببین اگر شما میخواهید make America great again ببین باید بهشون رأی بدید. من حس من اینجوری میگه، چون کسی که بخواد در آمریکا همچین کاری که سوء قصد مثلا بخواد بکنه به چه راحتی میتونه این کار رو انجام بده در جای دیگه شرایط دیگه، نه اینکه مثلا 200 بار شلیک بکنه، حالا 200 بار اقرار بکنه و یکیش مثلا از اینجای اون فرد رد بشه، بعد در شلیک سومش مثلا بشینه زمین بعد سریع انتقالش بدن به جای دیگه. اینجوری نیست. خب اونجا مثلا FBI CIA اینا هم فعال هستن و غیره، ولی خب اسلحه اونجا اینقدر زیاد هست در اون کشور اونجا که اینجوری نیستش که مثلا یه نفر اگه بخواد مثلا همچین کاری بکنه موفق نشه.
تازه این هم که اصلا پروتکشنی نداره الان که. خب حالا برای اینکه عریضه خالی نباشه حرکت ماشینا رو ببینیم، یه جا هم هستن دارن انتقالش. بابا این فیلم های اینا هم پر از آدم های آمریکایی، خانوما لباساشون اینجوریه که ما در آپارات نمیتونیم بذاریم، از اون ور یه سری چیزا در آپارات میتونیم بذاریم، در یوتیوب نمیتونیم الان نشون بدیم. اون تصاویر این اتفاق رو در ویدیو بعدی در آپارات منتشر میکنم، لینکش رو در یوتیوب میدینید در کامنت ها. شب انتقاد میدن و چیز خاصی نیست اونجا، بر خالی نبودن عریضه بود. یه جایی هست دارن میبرنش، میدونم اگر حق پیدا بکنم یه برخوردی نباشه هستش. همین پس الان سرش بکنیم پیدا میکنیم تصاویر خود همین اتفاق رو، و یه نفر هم انگار دستگیر شده اونجا دارن میبرنه. بعد یه جا دیگه نوشته بود که این اون فرد در واقع مورد تیراندازی پلیس مثلا قرار گرفته. الان اولیه است این موضوع. ببینم اون که دارن انتقالش میدن میتونم پیدا بکنم. بله اینه، فقط بعد اینجوری باشه که مال شبکه ام بی سی. چیه این سی بی اس فاکس چیه؟ اینا همه کپی رایت داره، ولش کن آقا نخواستی. سر که دستمال من سری شرایط جنگی بود، این کلاه جنگی ما دوتا دارم بازه هم سری به سر بکنم که به صورت بین المللی اینجا گریگیری بکنیم از موضوع آقای دارد ترامپ. من یه چک بکنم خبر را، این فوری آجل اولیه بود. خب تصویری که رسانه ها این چیه ببینم. آها خب بعد ایالت پنسیل اینو میخواستم بگم، ببینم تا لود بشه بریم توی سایت های خودمون. نیتازه که اینجا آماده کردم. به این شب مهمی الان دیدم خیلی جالبه، 13700 جمعیتشه این شهر، خیلی کمه. یعنی این شهری که من در استان مرکزی الان هستم نزدیک عراق، اینجا 20000 نفر جمعیت داره. خب این شهری که داشت گفته که چنان که گفته در واقع ببینم مرکز، اگه انگلیسیش بکنیم به ما خواهد گفت که در واقع حالا یکی از شهرهای مهم پنسیلوانیا است. آگریت نه، حالا به هر حال در واقع 35 مایل ولیش کنی، اطلاعات علکیه. حالا شهر کوچیکی بوده، آنچنان شهر بزرگی نبوده. خلاصه این خودش خیلی مهمه ها، یه شهر کوچیکی بوده. و آرایش هم که حالا گفتیم که به چه صورت بوده و اینا. آها میخواستم ببینم ساعت اونجا چنده، ببخشید علکی صحبت کردم. می‌نویسیم چی؟ می‌نویسیم ایسترن تایم ناو. اون تصویری که اومد مناسب بود، یه تصویر اومد، امیدوارم تو آپارات مشکل نخوره. ساعت 8 و 6 دقیقه دیروز الان گرفتی؟ 23 تیر الان میشه چند؟ 14 جولای الان ساعت 8 شب. خب این یکی دو ساعت پیش اتفاق افتادی که اونجا هوا روشن بود، درسته؟ هوا روشن بودی. آخه عجب تصاویریه. وای 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 وای، فوروارد میکنم همونجا. آقا من مطمئنم که این موضوع چون کسی بخواد این کار رو انجام بده موفق میشه، اینجوری به شما بگم. خب نمایی نزدیکش هم هست. به به همون تو کارهای خودمون میریم میبینیمش پلتفرمای خودمون. اینجا سریع ما رو چیز بکنم، اونجا فقط این منتظره که یوتیوب بگی که وای چه چیز عجیبی. خب واکنش بایدن رو هم ببینیم. آها بقای آقای ایلون ماسک اعلام کرده که اعلام حمایت کرده ازش. خب معلومه که اون یه فردیه که خب I have been preferred on shooting. خب آقای جو بایدن گفته که خوشحال است که ایشون مثلا در واقع اگه ببینید I'm grateful to hear this safe and doing well. I'm praying for him and his family and for all those who were at the rally. در گرد همایی انتخاباتی که داشتن. As we await future information. خب بعد گفته که در واقع گفته که جیل and I am grateful. خب توضیحاتش گفته که چه اتفاقاتی افتاده و منظور ایشون چه بوده است.
و ببینیم واکنش دیگه چیه. خانمای اونجا هم همشون لباساشون یه جوریه که نمیشه اینجا نشون داد. ببخشید. خلاصش این آقا. پس تا ساعت 3:38 بامداد جزئیاتی گفته نشده است. حالا این چی گفته؟ آقای جکسون هیلک، این شما کیه؟ به شما میگه. گفته که اگر شما بخواهید، تو همین رسانه خودمون هستش، If you try to stop WW3، خب در اون سعی میکنن شما رو متوقف بکنن. واکنش این فرد هست. میگم دیگه فقط دارن کرهگیری میکنن از این موضوع که در واقع این سلبریشنی که دور این هست، این کلاودی که دور این هست، این جنجالی که دور این هست رو بیشتر تو رسانه ها بولد بکنن و وصلش بکنن به یه موضوع مثلا ملی گرایانه ضد مثلا چیه گلوبالیزمه، ضد مثلا اقتصاد فلانه، ضد جنبش اینه، ضد جنبش اونه، که کجا به درد بخوره؟ در انتخاباتی که در آبان همین چند ماه بعد در پیش خواهیم داشت. ایشون دوستان از بیمارستان که برگرده کلا میاد میگه ببین من چقدر، ببین خودتون برید سر در بیارید که علت این حادثه چه بوده است. این در واقع یک رفتاره. من حسم ارزیابی شخصی خدا از بیرون از مریخ دارم به این موضوع نگاه میکنم به صورت critical thinking. این یک موضوع 100% نمایشی میتونه باشه با مقاصد انتخاباتی که بعد بندازنم مثلا گروه هایی رو بخوان مثلا باش به این با این اسم رمز بخوان اونجا با گروه های مثلا عدالت خواهی که اونجا هستن، حتی گروه هایی که مربوط به حالا بعد دید فردا چه واکنش های برانگیخته میشه، اما شاید به این بمونه بخوان گروه هایی که در جاهای مختلف حامیان مثلا فلسطینی ها هستن رو بخوان به این دلیل مثلا باهاشون مثلا برخورد بکنن، مواضع جهانی رو برانگیخته بکنن. خیلی میتونه همچین سر و صدایی که در این لحظه در ایکس و توییتر و غیره همچین چیزی یه دفعه بولد بشه منافع داشته باشه، هم در حوزه منافع ملی در همون آمریکا، هم منافع فردی انتخاباتی این فرد در انتخابات پیش رو. خلاصه حرف من اینه. و مسئله مهم هم اینه که آقا کسی بخواد اونجا همچین کاری بکنه با توجه به اینکه سلاح اونجا خیلی زیاد هست، هم به صورت قانونی هم به صورت غیرقانونی، میتونه موفق بشه و تقریبا محال فردی. مگه نبودم این آقای شینزو آبه تو ژاپن؟ تازه ژاپن جایی نیستش که مثل آمریکا مثلا تسلیحات اونجا به وفور یافت بشه، در هر جدر پمپ بنزین مثلا یه رود میفروشه یه باشه کی زیره میز. اگه میشه که اونجا کسی بخواد همچین کاری بکنه و موفق نشه، خیلی نادره این موضوع. دیگه صحبت ها علیه محتوا هم تموم شد. آقا اینو ببندیم، منتظر شیم که خبرهای نهایی میاد یا نه. همین بود مطالب من فعلا. همه که خدا، پس ویدیوی بعدی رو مخصوص آپارات ضبط میکنم که تصاویر رو بتونیم ببینیم برای علاقه مندانی که در ایران فکر و خارج هم باز میشه، جوری انگلیسی نیست اونم ببینن، چون محدودیت های یوتیوب اجازه نمیداد که این تصاویر رو پخش بکنیم و نشان بدیم. خواستیم خبرها رو افراد رو در جریانش بذاریم. من یه بار دیگه اینو رفرش بکنم، من میتونم برم داخل سایت های رویترز و اینا ببینیم که چی نوشتن، ولی چون داخلش تصاویری مثلا میتونه باشه که به مجبورش میستد بخواهیم ادیتش کنیم دیر میرسه، همچنین ریسکی الان نمی کنم. زارب شناسایی شد، ببینیم الان کیه این زاربی که گفته. حالا تا حالا میگفتن اینه اسمش مارک ویولت، خب همین یارو دیگه، اون گروه های که اون گروه هستش که چیز بوده، عدالت در راه هست در واقع، جاستیس هر چیزی، فیلم کامل. آها فیلم کاملش هم اومد. خب پس قسمت بعدی در آپارات اون ویدیوهای مخصوصا رو اونجا بررسی کنیم که دیگه دست خودمونه از نظر اینکه محدودیت هایی که میذارم قوانینش رو میدونیم چیه.
فعلا هر چیزی دوست فعلا همه خدا نگهدار.